بیننده برنامه ویژه کرونا از آریانا نیوزید. در حال حاضر مبارزه با ویروس کرونا در اولویت جهان قرار دارد. در افغانستان نیز تلاش بر این است که از گسترش ویروس جلوگیری شود، اما نقشی که برمیگرده به مردم افغانستان تا جای دیده میشه که به گونه درست عملی نمیشود و حکومت هم به یک نحو ناراض است از این وضعیت و در تلاش از این است تا شهروندان بر نکاتی که وزارت صحت و مسئولان میگن اقدام کنند و از گسترش ویروس جلوگیری بکنند. در این برنامه در نخست آمار تلفات و کسانی که مبتلا شدند و تعداد مبتلایان به این ویروس در سراسر جهان و کشورهایی که آمار بلند دارند مرور میکنیم و پس از او نگاه به وضعیت افغانستان خواهیم داشت و بعد از او با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. امریکا همچنان با بیشترین تعداد مبتلایان که به 337,971 تن رسیده در صدر است و 9,653 تن در این کشور بر اثر مبتلا به این ویروس جان خودشان را از دست دادند. اسپانیا هم وضعیتش نامناسب است که تاکنون 135,032 تن به این ویروس مبتلا شدند که 13,055 تن تا این لحظه جان خودشان از دست دادند. ایتالیا همچنان 128,948 تن به این ویروس مبتلا شدند که 15,887 تن جانشان را از دست دادند. پس از ایتالیا آلمان هم شمار مبتلایانش به 1,186,000 رسیده و 1,590 تن جانشان را از دست دادند. در فرانسه هم وضعیت نامناسب است که 93,780 تن به این ویروس مبتلا شدند و 8,093 تن جانشان را از دست دادند. اما در چین در این شبهای اخیر دیده میشه که وضعیت خوب است، به یک نحو آمار بلند نشده که 82,665 تن مبتلا شدند و این ویروس در چین که مبدای این ویروس بود شهر ووهان که 3,335 تن هم تا کنون جانشان را از دست دادند. ایران هم وضعیت خوبی نداره که 60,500 تن در این کشور مبتلا شدند و تعداد تلفات به 3,739 تن رسیده. بریتانیا قابل ذکر است که بوریس جانسون نخست وزیر کشور به خاطر مراقبت بیشتر به بیمارستان انتقال دادند و دیده میشه که همگی باید سهم خودشان ادا بکنند به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس که در بریتانیا شمار مبتلایان به 48,451 تن رسیده و تعداد تلفاتش به 4,943 تن. و در ترکیه هم 27,069 تن به این ویروس مبتلا شدند تا کنون که 574 تن جانشان را از دست دادند. سوئیزرلند همچنان شمار مبتلایان به 21,652 تن رسیده که تعداد تلفاتش به 734 تن میرسه. و در پایان هم افغانستان که باید خیلی محتاط باشیم و تلاش کنیم که این وضعیت بحرانی تر نشه که 11 تن تا کنون بر اثر مبتلا شدن به این ویروس در افغانستان جانشان را از دست دادند و بر اساس گزارش ها 367 تن هم مبتلا شدند که 18 تن دوباره درمان شدند. آنچه که برمیگرده به مسئولیت حکومت و اگر این وضعیت بحرانی شود مقصر کی خواهد بود؟ از همه میپرسیم، از خود ما و از کسانی که مسئول هستند. در ابتدا نگاهی داریم به وضعیت افغانستان و دوباره برمیگردیم. وزارت صحت عامه هرچند که از افزایش مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان خبر می‌دهد، اما در کابل منبع این ویروس را بیشتر غرب این شهر می‌گوید. این وزارت همچنان از جان باختن یک پزشک از یک بیمارستان شخصی از اثر غفلت در معاینه بیمار کووید-۱۹ خبر می‌دهد. در اول متاسفانه مشرفخانه خصوصی غفلت کردند، تست که اجرا کردن همیش که ما مخالف تستای رپید یا تستای عاجل هستیم که استرپای هستن که دقتش بسیار زیاد کم است، او را اجرا کرده بودن، تست منفی بود، اما زمانی که سمپل گرفته شد، عراض علائمش که پیشرفته شد، به لابراتوارهای ما غرض معاینه پی سی آر که فرستاده شد، در اوجه نتیجهش مثبت بود. از مجموع 367 واقعه مثبت کرونا در سراسر افغانستان تا کنون 18 نفر صحتیاب شده و 11 تن جان باختند. به گفته وزارت صحت عامه 71% از مبتلایان ویروس کرونا را در افغانستان مردان تشکیل می دهند. حکومت هم از آمادگی های بیشتر برای مبارزه با این ویروس در ولایت ها خبر می دهد. رهبری دولت تصمیم گرفته، شخص رئیس جمهور، ما یک سلسله صلاحیت های استثنایی را باید با والیا و با محلات تفویض کنیم. شماری از شهروندان هم خواهان عملی کردن دستورهای دولت برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید-۱۹ هستند.
بعضی دست فروش هست و بعضی بدر مردم هست که مجبور هیچ نمو در خونه نون او خوردن ندارن. مجبور شاید که به می گپن برن. دیگه گفتن کمک میکنن، کمک هم هیچ معلوم نیست. همی کمک کنن دیگه ولی مردم از خونه برای از دیگه چی. همه را پیسه نان خوردن هم آوریم. ما از دولت میخواییم که برمون کمک کنه. با وعده که دادن که کمک ها برای مردم میاد با غریب، با کراچیوان، هیچ نیامده برمون. در 24 ساعت گذشته 30 واقعه مثبت کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است که 16 واقعه آن در هرات، 6 واقعه آن در کابل و دیگر واقعات در شماری دیگری از ولایت های افغانستان گزارش شده است. در رابطه به تلاش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و همچنان ظرفیت حکومت افغانستان، نقش مردم افغانستان و در مجموع آنچه که برمیگرده به یک وضعیت بی پیشینه و تلاش هایی که باید بی پیشینه باشه بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. دکتر صاحب بسیار تشکر از یک فرصت گذاشتین. وضعیت چگونه است و خدای ناکرده اگر بحرانی شود مقصر کی است؟ سلام خدمت شما و بیندگان عزیز، تشکر. خب مطمئنا ما فعلا در یک مرحله ابتدایی از انتشار ویروس در افغانستان، خاصتا در هرات و کابل هستیم و متاسفانه همون قسم که ما در دیگر کشورها شاهد یک انتشار ویروس در جامعه و تعداد زیاد مبتلا شدن زیاده از مردم در جامعه های متفاوته بودیم، متاسفانه ما انتظار از اون در افغانستان هم خواهیم داشت. اما ای که چقدر ما بتانیم این سرعت انتشار کم بسازیم و بعد میگرده به ای که مردم چقدر پیام های وزارت صحت عامه را جدی میگیرن و کارکرد قوه قهریه در مقابل کسایی که در واقع به قیود روزگردی و یا قرنطین شدن شهرها احترام قائل نمیشن چی برخوردی با او خواهد شد. مطمئنا هر قدر که ما فیصدی قرنطینه به معنای واقعیش بالا ببریم، به همون اندازه ما در واقع سرعت انتشار ویروس در جامعه پایین میاریم و تعداد مبتلایان ما به بیماری کمتر خواهد بود. اگر من خاطر مداخله کنم با پوزش که چرا باید بگذاریم که وضعیت بحرانی شود؟ اگر حالا قرار باشه این وضعیت بیایه و قرنطین عمومی باشه، چنان شما هم گفتین که ما میریم به طرف یک موج منفی، چرا حالا جلوش گرفته نمیشه؟ دقیقاً ببینید، ما بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه مطمئناً قرنطین در یک تعداد از ولایات افغانستان ما شاهد از او هستیم که قیود روزگردی عملاً شده، دکان پین بند هستند، اماکن عمومی بند هستن. مگم یک تعداد از هموطنان هم شهریان ما در ولایت هایی که قرنطین وضع شده عملا متاسفانه به پیام های وزارت صحت عامه و پیام های حکومت گوش نمی کنند و به این خاطر است که ما در کنفرانس مطبوعاتی که جناب وزیر داخله و وزیر دفاع ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و جناب وزیر صحت عامه تشریف داشتن، شاهد از این مسئله بودین که تقاضا شد که شما در خانه تان بمانین و مطمئنا در دو روز گذشته ما شاهد یک مقدار جدیت بیشتر نیروهای امنیتی ما که جا داره از روها هم تشکر بکنیم در شهر کابل بودین و عملا باعث جلوگیری و توقف مردم در سطح شهر می شدن. این یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و به این خاطر است که دولت ایره پیشگیری به خاطر پیشگیری از عبور و مرور در شهرها کرده و نیروهای امنیتی عملا در جامعه حضور دارن. درست. در کنار از این که حالا بحث آگاهی و بحث افغانستان کشور است که یک دوره جنگ سپری کرده و ممکن شمار اعتنا نکنن به این موارد به این زودی، در کنار بحث سنتی بودن جامعه فکر میکنی این چقدر تاثیر داره به خاطر عملی نکردن به دساتیر وزارت صحت و در کنارش آیا واقعا ظرفیتی که در داخل افغانستان به خاطر مهار ویروس است با توجه به همکاری کم مردم قابل نگرانی نیست؟ خب ما بازم برمیگردیم به این که ظرفیت ها خوشبختانه در حکومت افغانستان وجود داره. تمام وزارت های سکتوری، وزارت هایی که رول عمده در قسمت مبارزه با کرونا را دارن و تمام ریاست ها و دفاتر دولتی عملا به خاطر مبارزه با کرونا کار میکنن. یک موج عظیمی از منابع بشری و منابع مالی به خاطر مبارزه با کرونا توسط حکومت افغانستان در واقع عملا در وجود داره و به خاطر جلوگیری از این مسئله کار میکنن.
برمیگردیم به این که به سنتی بودن جامعه، این یک بحث بسیار عمده و اساسی است و به این خاطر وزارت سلطنت افغانستان از ابتدای کار ما کوشش کردیم که توسط علمای دین، چون ما یک جامعه به شدت سنتی و فرهنگی هستیم، شاید پیام وزارت سلطنت را آنچنان مردم جدی نگیرند، اما مطمئنا پیام یک عالم دین، پیام یک بزرگ قومی، پیام یک شخص با نفوذ در سطح جامعه را مطمئنا جدی میگیرند. به این خاطر ما وزارت محترم ارشاد و حج و اوقاف داخل برنامه ساختیم، عملا کار میکنن و در ضمن وزارت احیا و انکشاف دهات توسط شوراهای انکشافی در سطح قریه‌جات عملا کار میکنن، به خاطر آگاهی دهی و رساندن پیام ای که مرض کرونا را باید ما جدی بگیریم و چی کارهایی را باید انجام بدیم که ما در واقع مبتلا نشیم به او و بتانیم گردش ویروس متوقف کنیم. یک بحث عمده و اساسی دیگه که به سبب بخیر میخوام بیان بکنم که شما در گزارشتان به ارتباط ای که مشکلات او قشری از جامعه که زیر خط فقر هستند و روزگار هستند به او یک اشاره داشتیم و یک تعداد از هموطنان ما عملا یک مصاحبه هم با شما داشتن. مطمئنا دولت افغانستان یک به خاطر جلوگیری از سی مسئله که او قشری که روزگار هستند و بتانند برای از واقع غذای روزمره برسن یک پلان را عملی کرده، یک پلان تهیه کردن و عملا ما شاهد در واقعیت عملی شدن از او در کابل و ولایت هایی که قرنطین شده هستیم. اما یک نگرانی وجود داره که گفته میشه که برنامه هستر هست، اما آمار ما هنوز نداریم در کجای کابل، در کدام مناطق افغانستان کمک شده، به چه تعداد و چی کمک شده. پس اگر این ظرفیت است، چرا ما واقعا نمیریم وارد عمل نمیشیم که اگر بحث بودجه و دیگه موارد نیست که ما از حال بحث قرنطینه جدی بگیریم، و یا نه امیدواری زیاد است و بگذاریم که مردم به کارش برسن؟ خیر، ما بحث امیدواری بودن قطعا رد خواهد کنم. منیسی یک پابلیک هلت و یا دکتر سعتامه، در واقع ببینید بحث بسیار جدی هست. حکومت افغانستان بسیار بحث جدی گرفته بر اساس معلوماتی که من دارم، اگرچند من سخنگوی به اصطلاح حکومت افغانستانی و سخنگوی وزارت سلامت افغانستان هستم، اما نقش وزارت صحت در همین شرایط به نظر ما و تمام بیننده ها در اولویت است و شما مسئول هستید. بسیار صحیح. ما با هماهنگی با وزارت های دیگر عملا ما گفتم در کابل جناب والی صاحب کابل عملا اعلان کردن دیروز که شروع شده، لیست ها تهیه شده، فامیلایی که واقعا در خط فقر هستن با همکاری با ملا امام مسجد مربوطیشان تهیه شده و حتی خبر از انتقال یک مقدار گندم و آرد و روغن و این چیزا از دیپوها و سیلوهای دولت در کابل اعلان کردن که این به معنای عزیزت که توزیع عملا شروع درست شده. اما آمار دقیق تر از او را من فکر میکنم که از کمیته مبارزه با کرونا در سطح شهر کابل آمار دقیق تر درست شما داره. دکتر صاحب، در رابطه با بحث غرب کابل که حالا پس از هرات ظاهرا کابل هم داره به طرف بحران میره و باید جلبش گرفته شوه، در غرب کابل چه خبر است؟ دلیل چی است که نگرانی وجود داره که در غرب کابل ممکن افراد مبتلا زیاد باشن و امی زمینه آزمایش از اینا در غرب کابل چگونه است و به چه تعداد امروز بررسی شدن که چنین اظهار نظری صورت میگیره؟ خب ببینید، ما بر اساس آماری را که به کابل داریم 59 نفر تا فعلا مصاب شدن. یک مسئله ای که اکثریت از این مربوط میشن به غرب کابل، اکثریت کسایی که مصاب شدن جایگاه به اصطلاح آدرس زندگیشان غرب کابل است، اما این به این معنا نیست که گردش ویروس فقط در غرب کابل است. من میخوام این موضوع را بگویم که یک تعداد مریضای را ما داریم که در ناحیه 3 4 5 چندین ناحیه کابل شامل از این مسئله هستند. بنابراین گفتن ای که مطمئن فقط و فقط گردش ویروس کرونا در غرب کابل موجود است یک صحیح نخواهد بود. ما در هر جای کابل احتمال از ای که گردش ویروس باشه وجود داره، به این خاطر است که گروه های ضد عفونی کننده در سطح شهر با همکاری یک تعداد از نهادهای خیریه و وزارت صحت عامه و با همکاری های شهرواری کابل عملا جریان داره و ما شاهد ضد عفونی کردن اماکن در کابل هستیم. درست. در رابطه با پزشکی که بر اثر مبتلا شدن به این ویروس جان خود از دست داد، میشه جزئیات بتین که مردم میخواه بدانه در کدام بیمارستان بود و تدابیر چی است اونجا و دیگه کدام بیمارستان ها
بررسی و آزمایش میکنن، چنانچه آقای مایار هم گفتن که به گونه غیر معیاری بررسی شده بودن و امی وضعیت هنوز ادامه داره. ببینید متاسفانه جا داره که ما گلایه از به سکتور خصوصی افغانستان داشته باشم. متاسفانه با وجود هماهنگی ها و راهنمایی های بسیار شدید از طرف وزارت اعظم افغانستان، یک تعداد نه همگی نه مطمئنا یک تعداد از سکتور خصوصی بسیار با محتاطانه با پیام های وزارت اعظم گوش میکنن و عملا اونو در دول عملایی را که وزارت اعظم تهیه میکنه به کار میکنن. خب متاسفانه شفاخانه امیری در کابل دکتر سب ما که متاسفانه امروز ما شاهد فوت شدن از دو بودیم، در کابل در شفاخانه امیری کار میکردن و زمانی که یک مقدار از علائم داشتن و بر اساس اون تست هایی که متاسفانه غیر معیاری هست، احتمال از این که فالز نگتیو زیاد باشه در اون تست ها بسیار زیاد است، او تست انجام دادن و گفتن که دکتر صاحب شما منفی هستین. عملا دکتر صاحب شروع کرد پس به کار در شفاخانه امیری و این باعث ازی شد که خب ویروس بیشتر داخل وجود از او بیشتر کار بکنه و قدرت بدنی از او پایین بیاید، چون عملا یک دکتر بودن، یک چپن سفید بودن، در شفاخانه بیشتر ساعت خود کار میکردن، باعث ازی شد که متاسفانه اعراض علائم زیاد شد. وقتی اعراض علائم زیاد شد و دوباره به خاطر تست اساسیه که فقط تا فعلا حکومت افغانستان، دولت افغانستان و وزارت اعظم افغانستان رو تست انجام میده، برای از او آمدن، ما دیدیم که تست مثبت است، مگر اون وقت متاسفانه کار از کار گذشته بود و یک قسمت زیادی از ریه های دکتر صاحب فبروز داده بود و ما نتونستیم جان دکتر صاحب نجات بدیم. ما بازم میخوایم از تمام سکتور خصوصی همینجا و از تمام مردم میخوایم لطفا فقط و فقط به خاطر تست کرونا، اگر شما اعراض و علائم دارین، شماره های تلفن در سطح ولایات به تمام مردم توسط شبکات اجتماعی تشکر از میدیا داده شده، لطفاً به او شماره های تلفن تماس بگیرین. در مرکزهایی که از قبل به خاطر تست و سمپل گیری و نمونه گیری مرض کرونا تعیین شده توسط وزارت اعظمه، به او مراکز صحی مراجعه کنین و از اوجا تست. در رابطه با همین شماره مگه یک بار دیگه تکرار کنین، چون شماره از بیننده ها ممکن تا به حال نشنیده باشن، او شماره هم باشه و در کنارش ظرفیت بستر در افغانستان با توجه به نگرانی اگر این وضعیت بحرانی شود به چه تعداد است در تمام افغانستان که ما بریم به خاطر درمان کسانی که مبتلا میشن؟ خب خوشبختانه ما شاهد ازدیاد بسترها و یا شفاخانه های به خاطر تداوی کرونا در سطح افغانستان بودیم و مقسم که در هرات تعداد بسترها از 50 بستر ابتدایی به 700 بستر ارتقا کرده و چندین شفاخانه متعدد در ما در کابل در چند روز آینده شاهد افتتاح چند 4 شفاخانه در 4 طرف کابل خواهد بودیم. همزمان با تمام ولایت افغانستان، ولایت های کوچک به تعداد نفوس از زیاد حتی از 10 بستر تا 100 بستر و در ولایت های حوزوی 200 بستر و 400 بستر آماده شده. خب مگر من باز میخواهم تکرار کنم که ما نباید خود به یک وضعیت قرار بدیم که شاهد ایجاد شفاخانه ها در مکاتب، در هتل ها، در این قسم یک جاها باشیم. باید کوشش کنیم که بیشتر وقایع را پیش بگیری کنیم، چون اگر خدای نکده آمار مبتلایان زیاد میشه، مطمئنا ما در افغانستان نه اوقدر تعداد کادر طبی داریم که بتونه یک شیوی مرض تداوی بکنند. اگر خدای نکده ما به وضعیت امریکا، وضعیت ایتالیا، اسپانیا و یا چین میرسیم، ما یک سوالی که وقایع بکنیم درست مردم میخواد بدونه، واقعا امریکا با امکانات بزرگ و زیادی که داره چرا با این وضعیت دوچار شده و ما آیا نمونه برداری کردیم که ما در اون مسیر روان هستیم و یا نه؟ ببینید باز برمیگردیم به اون پیام اولی ما که ما چقدر مردم به ما پیام های وزارت صحت عامه را جدی میگیرن. امریکا و تمام کشورهایی که فعلا یک سیر مرضشان بسیار به شدت انتشار میکنه و ویروس در جامعه به شدت نشر شده، اینی می بود که بحث قرنطینه کردن شهرها را جدی نگرفتن. مردم در ابتدا وزارت صحت عامه دولتشان بحث قرنطینه کردن جدی نگرفتن بنابر بحث های اقتصادی که در جامعه بود. اما خوشبختانه جا داره که از شخص جناب رئیس جمهور، از جناب رئیس صحت عامه تشکری بکنیم ما که بسیار جدی، بسیار محتاطانه بحث قرنطینه شدن شهرها را پیش کردن و مطمئنا از طرف کابینه افغانستان تایید شد. در رابطه با قسمتش میرم بفرمایید.
به قسمت شماره های تلفنی را که من گفتم، در هر ولایت افغانستان یک تعداد نمبر های تلفن توسط وزارت صحت عامه نشر شده و گفته شده که اگر یک کسی اعراض و علائم این مرض دارند میتونند به اون نمبرهای تلفن به خاطر معلومات بیشتر زنگ بزنند و ای که به کجا مراجعه کنند و در چی وضعیت مراجعه کنند. من امیدوار هستم که یک شورت کد ایجاد شود، چون وضعیت بحرانی است و نیازمند هم یک چیز است. و در کنارش شما گفتین امیدوار نیستین از بهبود وضعیت، ولی میگین نباید بگذاریم که چنین شود. فکر میکنین که واقعا امی وضعیتی که جریان داره، کمک رسانی به افرادی که مجبور هستن از خانهایشان بیرون بیاین، شما راضی هستین؟ در صورتی که هنوز ما آمار نداریم، هنوز ما نمیتونیم بگوییم که با چه کسان در کجا کمک کردیم، خب مردم هم حتما ناگزیر میشن که بیان سر کار. شما راضی هستین به عنوان یکی از مسئولین؟ خب ببینین، متاسفانه ما در یک کشوری هستیم که هنوز نفوس واقعی افغانستان را نمیفهمیم. بنابراین ما نباید انگشت انتقاد به طرف هیچ یک از ارگان‌های دولتی بکنیم. من نیست یک شهروند و می‌خوام پاسخ شما را بدم، نه من نیست یک کارمند حکومت. ببینید، وقتی یک مملکت در یک وضعیت باشه که ما آمار واقعی نفوس خود نداشته باشیم، بنابراین توقع ای را نباید داشته باشیم که ما در ظرف 24 تا 48 ساعت شناسایی بکنیم و مردم و عملا کمک رسانی به دردها شروع شود. اما باز هم با تمام مشکلات و چالش هایی که عملا در جامعه افغانستان وجود دارد، دولت افغانستان خوشبختانه با کمک تمام همکاران ما در سطح حکومت تانستند که یک پلان جور بکنن و آماده بکنن و توزیع شروع شود. دکتر صاحب، در اخیر اگر آمار از شما داشته باشیم، تازه از چیز مورد تازه بر شما رسیده که مبتلایان و تعداد جان باختگان به چه تعداد است؟ تا فعلا همون آمار هست که در ابتدا شما گزارش دادین و هنوز ما در لابراتوار هست و انشاءالله فردا صبح در کنفرانس مطبوعاتی باز برای تمام رسانه ها نشر خواهد شد. بسیار تشکر دکتر صاحب که فرصت گذاشتین. وقتتان بخیر. گفتگوی داشتیم با غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. همه با هم باید تلاش کنیم تا از گسترش ویروس جلوگیری کنیم. اگر به فکر خود ما نیستیم، به فکر بزرگا و کسانی باشیم که به وا آسیب می رسانیم و اونا را آلوده می سازیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.